در لغو پی در پی کنسرت های موسیقی یک نکته هم وجود داره، اینکه زنان دیگه حق ندارن در این کنسرت ها نوازندگی کنن، حتی محدود هم بخونن. به نظر شما مشکل حضور زنانه یا پیشگیری از گسترش موسیقی؟ نظراتتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفناتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی که هر روز داره محدودتر میشه، به ویژه این روزها که کنسرت‌های موسیقی پی در پی لغو شده، حضور زنان هم از این عرصه کاهش پیدا کرده و تقریبا منجر به محدود شدن و نبودنشون شده. شما چی فکر میکنید در این مورد؟ هدف چیه؟ چرا کنسرت ها رو لغو میکنن و بعد درخواست میکنن که زنان نمیتونن حق نوازندگی بکنن و یا حتی زنان برای زنان بخونن؟ مدیر عامل خانه موسیقی میگه که 20 کنسرت در ماهای اخیر لغو شده، کسی هم دلیلش رو نمیگه، وزارت ارشاد هم اظهار نظری نمیکنه. از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ و توییتر و پیامگیر برنامه در ساعت پیش رو بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بذارین. اول اجازه بدین گزارش رو که همکارم گیتی سرشار آماده کرده با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه های شما که از شبکه های اجتماعی هم شروع میکنیم. کنسرت های موسیقی در ماه های اخیر پی در پی لغو میشود. کار به جای رسیده که مدیر عامل خانه موسیقی میگوید 20 کنسرت بدون ذکر دلیل لغو شده، آماری که حتی با دولت اصولگرای احمدی نژاد هم قابل مقایسه نیست. در میان این لغو و بسته شدن‌ها خبری هست که زنان از حضور در عرصه موسیقی حذف شدند، حتی از نوازندگی. اینکه اجازه ندارند جز برای زنان بخوانند ظاهراً از سوی دو طرف به ناگزیر پذیرفته شد، اما سلب حق نوازندگی در دولت حسن روحانی و سکوت وزارت ارشاد تأمل برانگیز است. سکوتی که با ممنوع الخروجی مجید درخشانی، هنرمندی که از زنان در ترکیب ارکسترهای خود استفاده میکرد، خیلی جدی شد. همچو خورشید به عالم نظری ما را بس نفس گرم و دل پر. فعالان زن میگوین نمیدارن این برخوردها سازمانیافته است یا فردی و خودسر. در کشوری که زنان نسبت به برخی از کشورهای مسلمان همسایه از آزادی‌های اجتماعی و حق تحصیل و تدریس برخوردارند، این برخوردها شک برانگیز می‌شود. شاید از آن رو که زنان موقعیت کنونی خود را با سال‌های نچندان دور پیش از انقلاب مقایسه می‌کنند، که زنان از حقوقی برخوردار بودند که انقلاب از آنها سلب کرد. صداهای ماندگاری که نسل پس از انقلاب با آنها همزادپنداری می‌کند و ساعت‌ها به آنها گوش می‌سپارد. تنها با گل کسی دانه ز غم هستی چه به دل داره. اما این محدودیت آیا راهگشا بوده؟ آیا سد راه پیشرفت زنان شده؟ برخی میگن ماندن در حسرت صداهایی که در گلو مانده و شنیده نشده. هرچه هست زنان ایرانی میکوشن تا روزنه‌ای در این دیوار بلند ایجاد کنند. گیتی سرشار، صدای آمریکا. شما هم از همین الان میتونین از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط به پرسش هایی که مطرح شد هم در گزارش و هم در ابتدای برنامه به ما پاسخ بدین. از طریق پیامگیرمون 202-382-7205 همین شمارهی که الان میبینین روی مانیتور، منتظر تماساتون هستیم. پیامی هم قبل از برنامه دریافت کردیم، اجازه بدیم با هم گوش کنیم. این مسئله
در رابطه با حضور زنان هستش و شخصیتی که رژیم خودکامه جمهوری اسلامی برای زنان به ارمغان آورده و به شخصیت زن ارزشی قائل نیستش و اون رو در حد نظافت منزل و یا اینکه کارهای خانه‌داری میدونه و به بدترین وجه این قشری از جامعه با سرکوب و خفقان مواجه هستن. امیدوارم روزی برسه که این مسئله در جامعه ما رفع بشه و مشکلش برطرف بشه. قربان شما، خدا نگهدار. بله، خانم مسیح علی نژاد، روزنامه نگار از نیویورک، مهمان برنامه روی خط هستن در مورد کمپین حق من صدای من. خانم علی نژاد، خوش آمدیم به برنامه روی خط. بفرمایید حق من صدای من از کجا شکل گرفته؟ خانم علی نژاد صدای منو میشنوین؟ مثل اینکه ارتباط ما با خانم علی نژاد برقرار نشده هنوز. مهران از آذربایجان غربی، شما روی خط هستید، بفرمایید. مهران از آذربایجان، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سفیری عزیز. بفرمایید. ما دیشب منتظر این موضوع برنامه‌تون بودیم، اما متاسفانه بدون خبر قبلی یک دفعه عوض شد و من تعجب کردم. حالا در مورد موضوعتون میخواستم من اول یک انتقاد کوچیکی بکنم. بفهم. اجازه دارم آقای سفیری؟ بله، خواهش میکنم. البته من این توضیح هم خدمتتون بدم که معمولا جان، وقتی که موضوعای برنامه ما عوض میشه، ما در صفحه فیسبوکمون اعلام میکنیم نظر به اهمیت سخنرانی آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا موضوع عوض شد. چون که اهمیت داشتن جابجا کردید. بله. من اجازه هست یه انتقاد بکنم؟ بله، بفرمایید. نسبت به اهمیت موضوع شما فرمودید که جابجا کردید موضوع دیشب رو. آیا به نظر شما نامه‌ای که آقای خامنه‌ای به جوانان اروپا و آمریکا داده اهمیتش بیشتر کمتر از این موضوعی که شما الان پرداختید بهش؟ بله. یا اینکه قصدتون بایکوت این موضوعه؟ نه خیر، در بخشای بله عرض میکنم. شما برای چی؟ من در خدمتتون. خیلی راحت. بله بله، عرض میکنم خدمتتون. نه خیر، به اون اندازه اهمیت نداره. یه نامه‌ایه که رهبر ایران به صورت کلی منتشر کرده، در بخشای خبری هم بهش پرداختن. اگر که لازم باشه میتونه برنامه روی خطم بهش اختصاص داده بشه. تا این لحظه این نیاز احساس نشد. اجازه هست من یه چیزی عرض کنم خدمتتون؟ بله، بفرمایید. اگر اهمیت نداره، چرا سایت‌های معتبر دنیا از جمله فارن پالیسی، بی بی سی فارسی، بی بی سی انگلیسی، بی بی سی عربی، بی بی سی اردو، بی بی سی اسپانیایی، CNN، آقای مهران، نظر به آقای مهران، نظر به احترامی که ما برای بینندگان روی خط قائل هستیم که برنامه برای بینندگان روی خطه، من این فرصت رو به شما دادم که شما توضیح بدین، ولی شما بین خبر اجازه بفرمایید. آقای مهران اجازه بفرمایید، شما مواردی که ذکر میکنین سایت های خبری هستن. برنامه روی خط بخشی از برنامه های صدای آمریکاست که دیدگاه های بینندگان رو منعکس میکنه. توجه فرمودین؟ شما این رو میتونید برین در وبسایت های خبری. وبسایت خبری با برنامه زنده در مورد بینندگان متفاوته، یعنی کاملا دو طبقه بندی متفاوته. و البته شما خارج از موضوع برنامه صحبت میکردین، اما با احترام به همه بینندگانی که میتونن دیدگاه های متفاوتی داشته باشن، من این فرصت رو در اختیار شما گذاشتم. اجازه بدین من با شما خداحافظی کنم. شب بخیر. روزیتا، مسعود، در مورد کمپین تازه‌ای که ایجاد شده صحبت کردی. دانشجو ایران هم در توییتش میگه کمپین تازه زنان ایرانی علیه ممنوعیت آواز خواندن. اشاره دانشجو ایران به گزارشی هستش که ایران وایر منتشر کرده. در این گزارش اومده که چند روزی که زنان و دختران ایرانی برای ابراز همدردی با خوانندگان زن گروه ماهبانو فعالیت بیشتری برای اعتراض با ممنوعیت آواز زنان میکنن، اونها از حدود 2 ماه پیش ویدیوهای خودشون رو در حال خوندن و آواز خوندن برای صفحه آزادی‌های یواشکی فرستادن و در روزهای اخیر تعداد این ویدیوهای ارسالی بیشتر شده. کلیپ‌هایی که اغلب در اونها از گروه موسیقی ماهبانو هم یاد شده و با هشتگ صدای من حق من به اشتراک گذاشته شده. اگر سری به توییتر بزنین و هشتگ صدای من حق من رو بزنین، توییت‌های خیلی زیادی در همین باره می‌بینین.
در فیسبوک از کاربرانمون سعید میگه زنان با حضور در تمام جامعه نشون میدن که حق و حقوقی دارن، نشون میدن که با مردها یکسان هستن. زن یعنی فریاد ندا، پس باید هم از صدا و حضور زنان در جامعه این حکومت بترسه. سعید در ادامه میگه در جامعه‌ای که اسید میپاشن که حتی زنان نتونن در خیابون‌ها قدم بزنن، اون وقت چه انتظاری دارید اجازه نواختن و خوندن موسیقی و شعر رو به اونها بدن؟ سلیمان از کاربران اینستاگراممون هست و میگه صدای زن دلنشینه و بعضی‌ها نگران تحریک شدن عشقی این صدا نیستن، بلکه ترس از اون دارن که این صدا حقایق رو بیان کنه و ملت خواب زده رو بیدار کنه. این هم نظری بود که سلیمان در اینستاگرام برامون گذاشته بود. مسعود، بله، همکارانم به من میگن که ارتباط ما با خانم علی نژاد از نیویورک برقرار شده. خانم علی نژاد، من سلام میکنم هم به شما آقای سفیری عزیز و هم به مخاطبان برنامه‌تون. خانم علی نژاد بفرمایید، کمپین حق من صدای من چجوری شکل گرفته؟ دلیلش چیه در واقع؟ ببینید، از مدت‌ها قبل توی صفحه آزادی‌های یواشکی در فیسبوک که خب حتما این صفحه رو میشناسید، صفحه‌ای هست که زنان به در واقع قانون اجباری بودن حجاب اعتراض میکنن، ولی از مدت‌ها قبل مباحثی هم مطرح بود در مورد اینکه نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشته بودند به آقای روحانی که جلوی تکخانی خانم‌ها گرفته بشه، و اون موقع من این در واقع خبر نمایندگان مجلس رو به اشتراک گذاشتم و یک فراخوان خیلی کوچولویی از طرف همین صفحه مطرح شد که اگر زنان موافق هستن میتونن آواز بخونن و اعتراض خودشون رو به این نامه نمایندگان مطرح بکنن. اون موقع خیلی استقبال نشد به جز چند ویدیو، تا بعدش که آقای مجید درخشانی سرپرست گروه ماهبانو اعلام کرده بود که ممنوع الخروج شده و احتمال داده بود که ممنوع الخروجش به خاطر فعالیت گروه ماهبانو باشه در مصاحبه‌ای که با روزنامه اعتماد کرد، من دوباره یک فراخوانی تو همین صفحه، یعنی در واقع پیشنهادی رو مطرح کردم که آیا زنان مایل هستن که همراهی بکنن یا نه، و خب از اون به بعد استقبال بیشتری شد و ویدیوهایی از طرف زنان منتشر شد که از ایران، کسایی که تصاویرشون حالا خیلی شاید شفاف نباشه ولی صدای آوازشون بلند هست و در واقع با این شیبه خواستن هم همراهیشون رو با گروه ماهبانو اعلام بکنن و اعتراضشون رو به ممنوعیت صدای زن و شکل‌گیری این کمپین هم مثل خود شکل‌گیری صفحه آزادی باشه که میشه بگم که در واقع خواست خود زنان بوده که من فقط التجاش میکنم و در واقع این صدا رو تکثیر میکنم. خانم علی نژاد، البته اصولا هنر در کشورهای مثل کشور ایران به ویژه در نزد زنان همواره با یک مناقشه جدی مواجه بوده، این کمپین چقدر میتونه در واقع راهگشا باشه یا اینکه خودش تبدیل میشه به یک چالش؟ ببینید، همیشه صداهایی که سانسور میشه در داخل ایران چند عقیده وجود داره که چطور این صداها باید بلند کرد. بخشی از جریان محافظه‌کار در حوزه اعتراضی معتقدند که برای اینکه بهانه دست تندروها داده نشه باید سکوت کرد، باید با لابیگری و مذاکره این صداهای سانسور شده رو دوباره به صحنه برگردون. در مورد خود حجاب هم همینطوره، یعنی خیلی ها معتقد هستن که در مورد حجاب نباید اعتراض با صدای بلند باشه چون ممکنه بهانه دست افراطیون بده یا به تعبیر شما ممکنه چالش های جدیدتری رو ایجاد بکنه. اما عقیده دیگری هم هست که گواه بر این اطلاع رسانی شفاف همیشه باعث میشه که همدلی و در واقع همراهی جمعی رو به عهده داشته باشه، یعنی یک خاص ملی چون هست و هر موسیقی و آواز همونطور که خودتون دارید می‌بینید سالها هست که صدای زن سانسور شده، ولی الان من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی خیلی جرأت نخواهد داشت که اعلام بکنه یک کنسرت برای گوگوش بخوان تو ایران مطرح بکنن، جمعیت بیشتری میان تا مثلا استقبال از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی. خب این نشون میده که خاص عمومی چیز دیگری هست. البته خانم علی نژاد، اصولا هنرمندا و سیاستمدارا جایگاهشون متفاوته، شما خودتون روزنامه‌نگار هستین، این رو می‌دونید، در همه جای دنیا این در واقع یه قیاس مالفارق، اما نکته‌ای که مطرح هست اینش که این هستش که واقعا دغدغه چند بخش از جامعه صداست، با احترام به این که نباید محدودیت اعمال بشه، در واقع این محدودیت ما موافق محدودیت نیستیم، واقعا اما دغدغه چند درصده به نظر شما؟ آقای سفیری، من از منظر رسانه‌ای ترجیح میدم به این سوال شما جواب بدم. من روزنامه‌نگار، وظیفه من بلند کردن صدای سانسور شده است و برای من چندان اهمیتی نداره که این صدا آیا در اقلیت هست یا در اکثریت. اگر یک نفر در ایران به اون ظلم شده باشه و صداش
تریبون رسمی در داخل ایران پیدا نکرده باشه، من روزنامه‌نگار اگر بتونم اون یک صدا رو بلند بکنم، به وظیفه خودم درست عمل کردم. شاید مورد استقبال برخی دیگر از فعالین رسانه‌ای نباشه و همیشه دنبال این باشن که صدایی که مورد استقبال اکثریت هست رو بلند بکنم، ولی من فکر میکنم به دنبال اکثریت رفتن هنر رسانه‌ای، هنر روزنامه‌نگاری نیست. کما اینکه خب الان ممکنه اکثریت یک چیزایی رو دوست داشته باشن که اگر من دنبالش برم پای خودم رو بذارم روی همون اقلیتی که بیشتر سانسور شدن. یا اگر دقت بکنید موضوع حجاب رو هم 30 ساله که این بحث داره مطرح میشه که مگه حالا همه مشکلات ما حل شده که فقط مونده حجاب؟ مگه حالا همه مشکلات ما حل شده که فقط مونده اینکه زنا چرا آواز نمیخونن یا اینکه چرا فقط زنا استادیوم نمیرن؟ این پاسخ من بود از منظر روزنامه‌نگاری. اگر از منظر پزشکی هم بخوام نگاه بکنیم، ببینید جامعه ما جامعه بیماری هست. هیچ پزشکی به کسی که بره سراغش و بگه من سرم درد میکنه نمیاد بگه که نه من الان یک مریضی دارم که بیماری قلبی داره، یا مثلا شما اول باید به بیماری دیگه برسی بعد بیای سردرد. نه، برای درمان یک جامعه بیمار هم باید هر کسی به اندازه توان خودش انگشت بذاره روی یکی از بیماری‌های اون جامعه. من فکر میکنم گفتگویی که ایجاد میشه در مورد صدای ممنوع و الان به گوش تمام رسانه‌های دنیا داره میرسه، گفتگویی که ایجاد میشه در مورد حجاب اجباری و به گوش تمام دنیا داره میرسه، یک بخشی از وظیفه من در مورد اطلاع رسانی هست. طبیعیه که من هم کارم بی خطا نیست، طبیعیه که من هم توانایی من نیست که روی دغدغه‌های بزرگتر بنویسم و حرف بزنم. ممنون خانم علی نژاد. برخی منتقدین دولت آقای روحانی اعتقاد دارن، حتی مدیر عامل خانه موسیقی هم احتمالاً اطلاع دارن، که مقایسه کرده با دوره آقای احمد نژاد میگه وضع بدتر شده. خیلی کوتاه بفرمایید به نظر شما چرا وضع بدتر شده؟ آیا وضع بدتر شده در مورد موسیقی و هنر در دولت آقای روحانی؟ ببینید من این پرسش شما رو از خود آقای درخشانی سوال کردم و پاسخ ایشون در واقع این بوده که در دوره جدید تغییر خاصی ایجاد نشده در مورد موسیقی. بنابراین من فکر میکنم خوبه که استنادم به گفته‌های خود آقای درخشانی باشه که تأکید کرده که توی این حوزه معمولا روابط هست که کار میکنه و کسانی هستن که همیشه خودی محسوب میشن، مجوز برای برگزاری کنسرت ها دارن در هر دوره‌ای، و کسانی هستن که ناشناخته تر هستن خصوصا در شهرستان ها که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. خب اخیرا هم اخباری که منتشر شده گواه بر این هست که خیلی دولت آقای روحانی موفق نبوده در حوزه حداقل دفاع از حقوق زنان. شما اگر دقت بکنید مشاور امور زنان و خانواده خود آقای روحانی هم داره به این قضیه اعتراض میکنه، تا چه برسه اخباری که منتشر میشه که دف نواز رو هم از روی سن میکشونن پایین و یا خواننده آذربایجانی رو میکشونن پایین و شرط این که اجازه بدن که کنسرت برگزار بشه رو بهشون عنوان میکنن که شما اگر تکخان زن یا نوازنده زن رو از سن بکشید پایین ما به شما مجوز میدیم. بنابراین من فکر میکنم به همین دلیل که میخوان بگن باید با اعتدال پیش بریم و نباید محافظه‌کارا رو عصبانی تر بکنیم، به نظر میسته که کامونو داریم بیشتر میذاریم روی حقوق زنان و زنان انگار بیشتر دارن. ممنونم خانم علی نژاد که دعوت ما رو پذیرفتیم و اومدین روی خط. با شما خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت براتون دارم. همراه برنامه روی خط باشیم. اجازه بدیم بعد از یک تنفس این بحث رو با تلفن‌های شما و در شبکه‌های اجتماعی با دیدگاه‌های شما پی بگیریم. نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com رادیو فردا تیتر گزارشش رو توییت کرده و میگه اخراج از صحنه، محدودیت‌های تازه برای حضور زنان در موسیقی. در این گزارش اومده جلوگیری از ادامه حضور یک زن نوازنده دف بر روی سن در کنسرت سالار عقیلی و تا ممانعت از روی صحنه رفتن فرغانه قاسموف و اجرای برنامه همراه با پدرش از آخرین نمونه های ایجاد محدودیت برای فعالیت بانوان در رشته موسیقی در ایران به شمار میره. این خواننده معروف آذربایجانی
لاهیجانی عالم قاسموف گفته به قوانین ایران احترام میذارم، اما در هیچ کجای دنیا این رفتارها در مورد بانوان هنرمند اعمال نمیشه. محمد رضا کرمانی هم که مدیر برنامه های سالار عقیلی هستش به خبرگزاری فارس گفته خانم شریعت‌زاده که نوازنده دف هستش همه اون رو میشناسن و شخصیت مستقل هنری داره، از بازماندگان استاد معروفی هستش و میگه توقع ما این بود که با ایشون برخورد اینچنینی نداشته باشن. آقای کرمانی در ادامه صحبتاش گفته همه مجوزهای لازم رو گرفته بودیم و همه چی تایید شده بود، حتی تعداد افرادی که باید در این کنسرت حضور پیدا میکردن از اداره ارشاد خراسان این عکس کرده بودن و مسئولان این اداره میگه به ما قول داده بودن که برگزاری این کنسرت با هیچ مشکلی روبرو نمیشه. که این مطلب که رادیو فردا منتشر کرده، کاربران رادیو فردا نسبت بهش واکنش نشون دادن. یکی دو تا از این نظرات رو براتون آماده کردم. شهناز از کاربران سایت رادیو فردا میگه من برای مردمی تأسف میخورم که به امید بهتر شدن اوضاع دوباره اعتماد میکنن به این دولت و هر روز فشارهای بیشتری رو تحمل میکنن. محمد یکی دیگه از کاربران میگه هر روز به حکومت طالبانی و داعشی بیشتر شبیه میشیم. کاربر دیگه ای هم میگه داعشان ایرانی در سرکوب با داعش مسابقه گذاشتن. ولی در فیسبوک هم نظرات زیادی داشتیم. مسیح از کاربران فیسبوک برنامه روی خط میگه به نظر من مشکل حکومت به طور خاص حضور زنان در عرصه موسیقی و صحنه اجرای آثار هنری نیستش. مسیح در ادامه صحبتش میگه از گسترش موسیقی هم گرچه راضی نیست و کم و بیش می‌هراسند، اما مسئله اصلی و مشکل کلیدی اونها گسترش مطالبات مردم و به ویژه بانوان در زمینه‌های آزادی‌های اجتماعی و مدنی هستش و این بگیر و ببندها و محدودیت‌ها بهانه‌ایه برای جلوگیری از تحقق و یا مطرح شدن خواسته‌های مدنی و اجتماعی زنان تحصیل کرده و هنرمند. شایان هم از کاربران اینستاگراممون میگه این یک جنگ زرگریه و چه دستمایه‌ای از این جذاب‌تر. کاربر دیگه‌ای هم به نام حسن میگه هر روز داره از ارزش و اعتبار بانوی ایرانی متاسفانه کاسته میشه. عارف هم میگه در این حکومت اسلامی کلن نوای موسیقی حرامه، چه برسه به صدای بانوان که وامصیبت هاست. پیامی هم دریافت کردیم از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202-382-7205. این پیام رو با هم گوش میکنیم. اینا از صدای زن میترسن چون میدونن صدای زن صدای آزادیه، صدای آزادیه. اینا میترسن، با استعدادترین بهترین زنها رو زنهای ایران دارن، همشون رو دارن سرکوب میکنن، همشون رو دارن از میدان به در میکنن. ترسشون از اینه که ایران آزاد بشه. ممنون از شما، خدا حافظ. داوود از استرالیا با اسکایپ روی خطیم، بفرمین. وقت بخیر سفیر خانم ایران دوستا، جناب سفیری خسته نباشید، میگم بهتون. میدونید جناب سفیری، من اولش یه چیز رو توضیح بدم در مورد برنامه دیروز، این که من اصلا قصدی اینو نداشتم. منظورم اصلا این نبود که شما رو با آقای روحانی ها با مقایسه بکنم، فقط قصد این بود که نه خواهش میکنم، من فرصت برنامه کم داوود، در مورد برنامه امشب اگر اظهار نظر کنی ممنون میشم. ممنون از توضیحت. حتما. من فقط یه مطلبی رو بگم. این دوستمون که توقع داشتن که این برنامه رو شما خصوصید به خامنه ای، ببینید خامنه ای مسئول جوانای اروپایی نیست که بخواد براشون سخنرانی بکنه یا اظهار فضل بکنه. اگه خیلی احساس مسئولیت میکنه برای اون، شما باز خارج از موضوع برنامه صحبت میکنید داوود، در مورد موضوع برنامه اگر نظری داریم بفرمایید. فقط دو ثانیه. برای اون 60% کودک کاری که ایدز گرفتن و به قول خودشون ایدز گرفتن، برای اونا اثر نظر بکنه، فکر اونا باشه، شرافت هم خوب چیزیه. اما مسئله اصلی که من با این حرف خانم روزنامه نگاری که دعوت کرد، با خانم علی نجات خیلی موافقم، با این یکی از حرفشون که جامعه ما یه جامعه بیماریه، کاملا درسته. به خاطر اینکه وقتی شما ساختن خونت رو میسپره به یه فردی که هیچ چیزی از ساختن خونه نمیدونه و سوای اون دچار بیماری های روانی هم هست، مطمئنه که شما صاحب خونه که نخواهید شد آوار هم خواهید شد. و این اتفاقی واسه مردم ایران افتاده و دارید میبینید. موضوعی که انتخاب کردید جناب سفیری هم شهامت میخواد، هم جسارت. زن تو باورهای اینا اصلا جایگاهی که نداره، هیچ، اصلا موجود خطرناک و تعریف نشده یه. بالاترین باوری که اینا در مورد زن دارن اینه که مزرعه مرده. همین، شما چه توقعی از اینا میخواید داشته باشید؟
چند ساله و یک سال بیشتره که دیگه مشخصا داره اصرار میکنه که جمعیت ایران باید بشه 200 میلیون. خب چه بکنه این پیرمرد؟ هر چی داره اصرار میکنه. سپاسگزارم داوود که اومدین روی خط. فقط میخواد از زنا. ممنونم داوود. رومینا از مشهد روی خط هستین، بفرمایید. رومینا از مشهد بفرمایید، شما روی خطین. صدای منو میشنوین؟ محمد از کرج روی خطین، بفرمایید. سلام آقای سفیری، حالتون خوبه؟ ممنونم، بفرمایید. آقای سفیری ببینید، یک بیننده الان تماس گرفتن، شما بهشون گفتید که نامه آقای خامنه‌ای از نظر ما اهمیت نداره که بهش بپردازیم. من فکر می‌کنم شما توی موضوعات گزینشی عمل می‌کنید و اون چیزی که برای خودتون اهمیت آقای محمد بپردازیم. اجازه بفرمایید، قطعاً همینجوریه، یعنی هر رسانه یک استراتژی داره، بر مبنای اون استراتژی حرکت می‌کنه. عرض کردم خدمت اون بیننده عزیز، خدمت شما هم میخوام کوتاه بگم موضوع برنامه امشب ما نیست. شما میخواین در مورد این موضوع صحبت بکنید؟ بله، همین یک کلمه رو بگم و در مورد موضوع برنامه صحبت کنم. استراتژی شما در واقع آقای محمد شما میخواین در مورد حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی به ویژه موسیقی صحبت کنید؟ من امیدوارم که با ذکر این نکته که امیدوارم بیاین روی خط در مورد موضوع برنامه صحبت کنیم. تذکری هم دارین کوتاه با کمال میل ما میشنویم، در غیر این صورت دارین وقت بینندگان دیگر رو میگیرین و ما به عنوان مجریان این برنامه ناگزیریم که با شما خداحافظی بکنیم. روزیتا، اشاره کردیم به کمپین در توییتر سرچشمه با به اشتراک گذاشتن مطلبی از صفحه فیسبوک آزادی‌های یواشکی، نوشته دست نوشته یک نوازنده از ایران که گفته چرا وقتی مرا حذف می‌کنند فقط سر تکان می‌دهی. نگار که نویسنده این مطلب هست، با اشاره به اینکه 31 سالش هست و نوازنده هست، گفته دوست من و همکار من، چرا اگر من حذف میشم کلاً من رو حذف نمی‌کنین؟ غیرت یعنی جلوی چشمتان ناحق کنند و بگذری آرام. اگر همینطور آرام باشی من و تو با هم محو میشیم، اگر بگذری از ما میگذرند. این هم دست نوشته ای بود که یکی از کاربران این صفحه گذاشته بود. در فیسبوک کامران از کاربران فیسبوک ما گفته در جامعه مذهبی ایران و حکومت به ظاهر مذهبی، قوانین متاسفانه به ضرر زنان حکم میکنه و این موضوعیه که بعد از انقلاب بسیاری از حقوق بانوان یا از بین رفته یا نادیده گرفته شده و این ظلم و عدم برابری رو خود زنان بیشتر باید به دنبالش باشن. دین و مذهب نباید جلوی پیشرفت و خواسته های فردی زنان رو بگیره. مهسایی که دیگه از کاربران فیسبوک میگه که زن ایرانی از روزی که چشم باز کرده بهش زور گفتن و به جاش تصمیم گرفتن، تصمیم های ناجوانمردانه. محفش میگه زنان ایرانی چقدر باید هزینه کنن تا موسیقی یاد بگیرن و بعد اجازه ندن که از هنرشون استفاده بشه، جایی بسی تأسف هستش. در اینستاگرام یکی از کاربرانمون به نام بهزاد میگه من نمیدونم اینها چه مشکلی با خوندن زنها دارن و اگر واقعا مردا اینقدر هوسران و بیجنبه و سست عنصر هستن که با شنیدن آوای زن از راه به در میشن، باید اون مرد مداوا بشه، اون بیماری داره و مریضه که با شنیدن صدا مشکل پیدا میکنه. و میگه واقعا در ایران در حق زنان ظلم میشه. این بی‌عدالتیه که زنان ما حق بروز هنر خودشون رو ندارن و مردان هم متاسفانه فقط با شنیدن صدای اونها از راه به در میشن. این هم نظری بود که کاربری در اینستاگرام گذاشته بود. نظراتی که من برای شما میخونم نظرات کاربران صفحه فیسبوک روی خط یا اینستاگرام و توییتر هستش، اینها نظرات صدای آمریکا نیست. پیامی هم دریافت کردیم از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط که با هم گوش میکنیم. حضور بانوان در عرصه موسیقی و به ویژه تکخوانی در ایران، میخواستم عرض کنم خدمتتون که حکومت جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دینی هست و بر اساس قوانین شریعت اداره میشه. تمام قوانین کشور توسط فقهای شورای نگهبان با اصول دین و شریعت تطبیق داده میشه. مسلماً موسیقی جایگاهی در قوانین دینی ندارن، در مقررات دینی ندارن، به ویژه حضور زنان و تکخوانی اونها به هیچ وجه مورد تایید نیست از نظر دینی.
instagram.com خط مورب VOA فارسی. همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. حسین از شاهرود روی خطیم با اسکایپ، بفرمایید. سلام میکنم به شما. برای من خیلی جالبه کارشناس برنامه تو خانم علی نژاد بعد از اون رسوایی دزدیدن عکسای زنای مردم دوباره آقای حسین اجازه بفرمایید. من با شما خداحافظی بکنم به دلیل اینکه موضوع برنامه اون نیست که شما میفرمایید. سامان از کرج روی خطیم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو، سلام، خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید. راشید، من خواستم یه سوالی از شما بپرسم. شما گفتید که من پیام رهبر ایران رو انعکاس دادیم توی خبرمون، هم توی صدا آمریکا هم توی تلویزیون، در حالی که این اصلا انکذاب. من سایت رو نگاه کردم، خبر رو نگاه کردم، شبکه رو نگاه کردم، اینجور خبری انعکاس پیدا نکرده اصلا. برای شما اهمیت داره؟ خب بالاخره رهبر یک کشور یه مطلبی رو گفته، بالاخره برای خودش اهمیتی داره. شما میخواید در مورد موضوع برنامه هم صحبت کنید؟ وقتی اوباما صحبت مهمی میکنه، ببخشید، وقتی اوباما صحبت مهمی میکنه بالاخره پخش میشه. ایشون هم به عنوان یه رهبر هستن، رهبر یه کشوری هستن. شما میخواید در مورد موضوع برنامه صحبت کنید؟ من حالا خواستم اینجوری جواب هم بالاخره بگیم. چجوریه که من با شما خداحافظی میکنم، پاسخ شما رو هم پیش از این داده بودم. محمد هم از کرج روی خطیم، بفرمایید. سلام جناب سفیری. سلام، بفرمایید. عرض خسته نباشید دارم خدمت شما. روزیتا خانم، میخواستم یه تشکر کنم از خانم مسیح علی نژاد و بهشون بگم که این تلاشایی که در عرصه خبرنگاری دارن به عنوان یه زن ایرانی واقعا واسه شخص خود بنده قابل ستایشه و امیدوارم که همیشه تو این عرصه موفق باشن. بعد میخواستم بگم که تو کشور ما نگاه به زنای نگاه سلیقه‌ایه. کسایی که قدرت دستشونه نسبت به مقوله زن یه نگاه سلیقه‌ای دارن. مثلا اون مرجع تقلیدی که گفته بود چه معنی داره که زنای ما میرن تو مسابقات جهانی تو تکواندو مثلا پاشونو بلند میکنن همدیگر میزنن، زنای ما باید کارهای دیگه بکنن. خب وقتی یه همچین نگرشای راجع به زن هست، حتما به اینجا منتج میشه که تو عرصه موسیقی هم از حضورشون جلوگیری کنن. بعد میخواستم این نکته رو بگم که من فکر میکنم که یه خواهشی کنم از مقامای مذهبی و صاحب قدرت کشورمون، بگم که این حرکتای شما، این محدودیتایی که شما واسه خانوما ایجاد میکنید، برعکس باعث میشه که زنای ما، دخترای ما از رو نافرمانی مدنی یا عکس العمل لجوجانه‌ای که نسبت به این محدودیت‌ها و این ظلمی که بهشون روا میشه نشون بدن، باعث میشه که بدتر حرکات و سکناتی از خودشون نشون بدن که واقعا پسندیده یک بانو ایرانی نیست. من خودم به شخصه مطمئنم که زنها و دخترای ما واقعا زنها و دخترای اصیل و پاکی هن. و یه سری این ناهنجاری هایی که من فکر میکنم تو اجتماع ما هست فقط به خاطر لجبازی با سیستم حاکمه. ازشون خواهش کنم که واقعا دست از این کاراشون بردارن، وگرنه با این کاراشون زنها و دخترهای ما رو به جاهای بدی میبرن. یه مسئله هست، میگن که رضا شاه با زور سرنیزه نتونست چادر رو از سر زنها ورداره، ولی واقعا ببینید الان همون اینا هم نسل همون بانوان الان مثلا چه اتفاقی افتاده. ممنونم که اومدین روی خط و نظرتون رو گفتین. روزیتا ستاد سلام در توییتر نوشته مشکلات زنان در موسیقی، که اشاره کرده به گفتگو با نسرین ناصحی و نوشته زن مساوی مرد، که ایلنا در مصاحبه‌ای با رئیس هیئت مدیره خوانندگان کلاسیک انجام داده بوده این مصاحبه رو که خانم نسرین ناصح هستن، گفته تقریبا یک سال پیش درباره آزادی و قانونی شدن صدای بانوان امیدوارتر بودیم و در مراسم‌های مختلف این مسئله عنوان می‌شد، اما اخیراً عزمی برای بهبود شرایط دیده نشده. من همیشه گفته به بهبود شرایط امیدوار بودم و فکر می‌کنم که راه تحول‌های جدید همیشه باز هستش. هنر علمی و موسیقی فاخر و خوب چیزی نیست که قابل پوشش باشه. این هنر موجب اعتلای جامعه میشه و دلیلی وجود نداره که از این موسیقی فاخر حمایت نشه.
خانم ناصر در ادامه صحبتاش گفته در شهرستانها کنسرت‌هایی صرفاً به دلیل حضور یک زن در میان نوازندگان لغو میشه، برخوردها کاملاً سلیقه‌ایه، همونطور که این بیننده‌ای هم که از کرج زنگ زده بود اشاره کرد و میگه در شهرستانها صرفاً به دلیل حضور یک زن در میان نوازندگان برنامه لغو میشه، دولت باید حریم و چارچوب اختیارات هر کس رو مشخص بکنه و تمام فعالیت‌های هنرمندان بر اساس قانون باید باشه، نه برخوردهای سلیقه‌ای و احساسی. فرزین از کاربران فیسبوک روی خط میگه رکن اصلی هر جامعه‌ای رو زنان تشکیل میدن و به این دلیله که خانم‌ها در تمام امور پشتکار و جدیت و اراده قوی دارن، به هر بهانه اونها رو میخوان حذف کنن و خانه نشین کنن. غلام یکی دیگه از کاربرانمون میگه اگر بهانه مذهبی هم میخوان داشته باشن فقط تکخانی زنان هستش، اما اینها به همین اکتفا نمی کنن که جمعخانی و حتی نوازندگی رو هم باهاش مشکل دارن. اصلا در یک کلمه راحت بهتون میگم با موسیقی کلن مشکل دارن. این هم نظری بود که غلام برامون در فیسبوک گذاشته بود. شما هم میتونین از همین الان از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط نظر خودتون رو با برنامه مطرح بکنین. پیامی هم داریم که با هم بود. میکنیم. بله، صحبت از هنر که میشه خانم‌ها حذف میشن، پاسپورت که میخوان بگیرن اجازه شوهر و پدرشون رو میخوان، اسید بهشون میپاشن، حق طلاق ندارن و و و و و، ولی برای اینکه بچه کم دارن خانم‌ها میشن ماشین جوجه کشی، بیاد برای آقای خامنه‌ای حرفشون رو گوش کنن و هر کی 5 تا 10 تا بچه بیاره، هر کی هر چی آقا بود، ما هم بگیم بله شما درست میگی. علی از ترکیه با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. با درود سلام به شما و تمام همکارانتان. جناب سفیری، ماشاءالله شما برنامه‌تون زیادی دموکراسی شده. از 6 نفری که صحبت کردن 4 تا دوستانی هستن که خواستم فقط به سفسطه کشته بشن. من نمیخوام، من از کلم منتقدم، نه مخالف و موافق، این دوستان من هستن. اما چیز جالب اینجاست جناب سفیری، همین مردانی که حقوق زنان رو محدود میکنن از زن زاده شدن، درسته؟ بله. چطور میشه؟ کی اومد تفکیک کرد این که زن و مرد باسوا بشن؟ کدوم قانون شریعت جز قانون شریعت صفوی؟ ببینید قانون شریعت صفوی فقط زن رو، جالب اینجاست موقع انتخابات، موقع رأی دادن نیومده میگه خانم‌ها رأیشون یکی حساب، دو تا حساب میشه، یکی حساب میشه، یا مرد دو تا، همچی کار نکردن. موقع رأی دادن که نیاز دارن، یا موقع راهپیمایی که نیاز دارن، ببینید گویا نزدیک به 50% جامعه ما خانمان هستن. و جالبه شعار داده میشه که از دامن زن مرد به معراج میرود، و جالب را اینجا که میگم بهش زیر پای زنان یا مادرانه. اما این چه وضعیه؟ کی تفکیک کرده؟ کدوم آیین دینی؟ کدوم طریقت دینی تفکیک کرده؟ من نمیخوام وارد این مقوله شما بشم. ببینید خانم‌ها رو، خانم نمیتونه تو قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه بشه، نمیتونه قاضی بشه. چرا؟ چون میگن زن حساسه، نمیتونه قضاوت کنه. خانم نمیتونه رئیس قوه مجریه بشه. ببینید این چیز جالبه، ولی خانم میتونه صیغه موقت بشه. خانم میتونه صیغه موقت بشه با مرد دیگه؟ نه، مرد با صیغه موقت کنه. خانم حق طلاق نداره. این کدوم آیین گفته؟ خدا واقعی هم چه حرفی زده؟ خدایی که میخواد عدالت رو به هم بزنه او خدای واقعی نیست. ما باید ببینیم، من نمیخوام درس اخلاق رو بدم جناب سفیدی، ببینید در اون عرصه رو نه، گویا خانم الهام درخشنده یه خانه‌نشین درجه 3 وقتی میاد دست امام رو میبوسه میشه بهترین مجری؟ موضوع برنامه ما نیست علی، اجازه بدی که ما با شما خداحافظی کنم. به انشالله که شبهای آینده هم بیاین روی خط نظرتون رو بگین. رضا از تهران روی خطیم، بفرمید. رضا الان درود بر شما. بفرمید. شما هستی؟ بله، عذرخواهی میکنم من اسم شما رو متوجه شاید اشتباه اعلام کردم، بفرمید اسمتون رو. خانم رومینا بفرمایید. بله من پیش از اینم اعلام کردم ولی مثل که شما صدای من نشنید، بفرمایید. من اول یاد خانم هایدر گرامی بدارم که تقریبا همین چند روز پیش فوت کرد، چون بود بعد
و میخواستم اتفاقا یکی از راه‌های ترویج موسیقی بانوان در ایران همینی که رسانه‌های آزادی که اونور هستن به نظر بنده اجازه بدن که بانوانی که اهل این موضوع هستن تو بحث صدا و خوانندگی فعالیت دارن اجازه بدید اینجا صداشون پخش بشه و آلبوماشون اگه بشه منتشر کنید، چون تنها راه منتشر شدن اینا همینه. و اگه اجازه بفرمایید من یه بیتی رو تقدیم کنم به خانم روزیتا. سلام من به تو خانم رومینا، سپاسگزارم که اومدین روی خط و از ابراز احساساتتونم ممنونم. اجازه بدید من با شما خداحافظی کنم، فرصت کمی داریم. روزیتا، اخبار ایران در توییتر با اشاره به گزارشی که پایگاه خبری آفتاب اون رو منتشر کرده نوشته از که تا حالا نمایندگان نوانندگان دلواپس مجتهد شدن. در این گزارش اومده در عرصه موسیقی اتفاق جدیدی در باب حضور زنان در یک دهه اخیر رخ نداده. هم در دوران احمدی نژاد زنان هنرمند با حفظ اصول و متانت در گروه های موسیقی می نواختند و هم نوازی می کردند و گاه برای زنان کنسرت های اساسی برگزار می‌شد و هم در دولت روحانی این گونه بوده. اگر این وضعیت مشکل داشت و به قول دلواپسان حرمت شکنی بود، چرا در دوران دولت محبوب خودشون دم بر نمی آوردن؟ اون موقع حلال بود و الان حرام شده. در این گزارش به نقل از عصر ایران نوشته شده که یکی از نمایندگان مجلس هم گفته بوده که تکنوازی و خوانندگی زنان یکی از حرمت‌هایی که در کشور شکسته شده و این موضوع ضد باورها و ارزش‌های دینی هستش. مرتضی در اینستاگرام برامون نظر گذاشته، میگه دلیلش اینه که مردم ایران افراد متدین و مؤمنی هستن و میدونن که خداوند راضی به خوانندگی زنان نیست. مرتضی در ادامه مطلبش میگه چون خوانندگی زنان حرامه، دولت هم چون از مردم این وظیفه رو داره انجام میده، واقعا مسئله ای به این راحتی چرا برای شما سوال پیش آورده؟ این نظر مرتضی بود در اینستاگرام. دیوید هم میگه چه فرقی میان داعش در ایران و داعش در عراق وجود داره؟ اونها زنهایی که دارای تحصیلات هستن رو دار میزنن، در ایران داعشیان زنان رو از یک سری اعمال منع میکنن. پیامی هم داریم که با هم دیگه گوش میکنیم. اینها نمیخوان بذار اصلا خانما در هیچ زمینه روابط مطرح باشن، چه برسه خوانندگی. اینها فقط دوست دارن تو سرکوب کنن مردم و مردم بشن عزاداری کنن، از اینه که اصلا روح و روانشون بیشتر از بین بره، بیشتر نرویس بشن، بیشتر ناراحت بشن. اینا همینطوری هستن دیگه، اینها دوست ندارن مردمشون شاد باشن، اینها دوست ندارن مردمشون خوشحال باشن، اینها دوست ندارن مردمشون منزوی بشن، ناراحت باشن، قرص بخورن، دارو بخورن. بابک از تهران روی خطین، بفرمایید. بابک از تهران بفرمایید. با سلام خسته نباشید خدمت جناب سفیری عزیز و سرکار خانم ایران دوست، بفرمایید، و کلیه همکاران زحمتیشون در برنامه روی خط. جناب سفیری معذرت ما اگه اجازه بدید من دو سه دقیقه سرتون در بیارم از حضورتون مرخص بشم. خواهش میکنم، بفرمایید. با توجه به اینکه حضرت عالی نویسنده و انسان با دانش و اطلاعات کامل جامعی از هر شکل بگید، اقتصادی، سیاسی دارید، بدون اغراق میگم. الان فکر میگن که شما به من حقوق میدید یا فلان. نه، بفرمایید، خواهش میکنم بابک. تبکه و روزنامه انبسی من حضرت عالی رو میشناختم و ارادت دارم و ارادتم هم پابرجاست. نمیخوام در حضورتون سخنوری کنم. خواهش میکنم بفرمایید. ولی میخوام بگم که مقام زن از نظر اسلام که بگی، میگن که بهش پای مادران است و اون علی آقا هم فرمود از ترکیه که مرد از دامن زن به معراج میره. ببین شما اینجا ایرانه و قانونای وضع میشه که متغیر با تمام جوامع دنیا، کشورهای دیگه. اگر هم اینجا اجرا میشه کسایی دیگه هم نمیتونه دخالت کنه. ببخشید جام صافی، من اینو عرض میکنم خدمتتون. ببخشید. ببین شما وقتی که خانوما نمیتونن به استادیوم های مسابقات آقایون برن، کافی شاپ برن، فلان برن، قرآنی هم که نازل شده و کتاب آسمانیه با صوت بلند نمیتونه بخونه، آواز بخونه. اصلا شخصیت زن و اون منزلت والایی که داره اصلا معنی نداره توی ایران. واقعا به آقایونش که ارزش خواهد نیست و به خانما ارزش خواهد باشه. و اینم بگم خدمتون که
تمام مشکلات و معضلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، بیکاری همین اینا حل شده، فقط مونده موسیقی خانم ها. اینا نخونن که خب باید مردم باید برن تفریح داشته باشن یا نه؟ از همه جهات ما تو سیمخار داریم. اگه من دروغ میگم همین فردا صبح من قبل از طلوع آفتاب گردن همون بزنم. تنها کسی که تو این چندین سالی که گذشت ببرشید ارزش قائل شد به انسان، انسان ایرانی، ببخشید من اینو دارم میگم. فرصتم کمه بابت اجازه. بابت ممنونم اومدین روی خط. فرصتم کمه، از شما میخوام خداحافظی بکنم. محمود هم از ایران با اسکایپ روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما جناب آقای سفیری، وقتتون بخیر. وقت بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم، من امشب خیلی خوشحال شدم که خانم علی نژاد اومدن و توی برنامه شرکت کردن. انصافا خانمای ما باید از ایشون الگو بگیرن. خانمی که خط شکن هستن توی مسائلی که خیلی از ایرانیان و فرهنگ ایرانیان باهاش مشکل داره. ایشون کمپین آزادی یواشکی که راه انداختن چقدر ازش استقبال شد. آقای محمود میتونم خواهش بکنم که بیایم تو موضوع برنامه در مورد حذف زنان در عرصه موسیقی و عرصه هنری؟ خب میخوام همین رو بگم، زنها باید از امثال خانم علی نژاد یاد بگیرن. شونات اخلاقی صحبت میکنید، واقعا این برنامه روی خط به کسانی اختصاص داره که بیان دیدگاه هاشون رو به اشتراک بذارن، با همدیگه همفکری بکنن. خارج از شونات اخلاقی اگر صحبت کنیم، ما ناگذیریم که صدای شما رو قطع بکنیم. اجازه بدیم بعد از یک تنفس برگردیم در آخرین دقایق برنامه روی خط ادامه بدیم برنامه رو. زنان ایرانی، حقوق بشر، سری می‌زنیم به دنیای فیلم و هنر و سرگرمی تا ببینیم در این جهان پرهیاهو چه می‌گذره. درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشا. این پروژه نیروهای گارد ملی. برنامه‌های صدای آمریکا. روسیه بازی کرد، بازی نخستش رو واگذار کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید، www.ir.voanews.com. کیان از کاربران توییتر به نقل از امام جمعه مشهد نوشته هدف این تکخانی زنان براندازی نظام هستش. کیان اشارهش به گزارشی هستش که ایسنام رو منتشر کرده و به نقل از امام جمعه مشهد گفته تکخانی زنان و توسعه موسیقی منافع دشمنان نظام رو تامین میکنه. در این گزارش اومده که دشمنان در تمامی تهاجم ها هدفشون نشانه گرفتن ستون خیمه نظام و مقام ولایت هستش. این هم مطلبی بود که این کاربر به اشتراک گذاشته بود. آرون در اینستاگرام یکی از کاربرانمون میگه حکومت از بیان حقایق در موسیقی زنان ایرانی ترس داره، زیرا آهنگ صدای یک زن، اون هم یک بانوی ایرانی، بسیار دلنشین و آروم هستش که درک کردن اون متن موسیقی که یک زن ایرانی میخونه خیلی بالاتر هستش و موج بیداری بیشتری رو به همراه داره. روینتن هم میگه که در ایران کسی حق خوشحالی و شادی نداره و همیشه باید عزادار باشن. مردم ایران مخصوصا خانم ها حق هیچ کاری رو ندارن جز گریه کردن. خوشحالی برای از ما بهترونه و فرزندانشون، نه برای مردم عادی. و کاربر دیگه ای هم به نام امیر میگه موسیقی، شعر، هنر و به خصوص آزادی زنان، اینها با هر چیزی که عامل روشنگری و تعالی و بالندگی در جامعه باشه مخالف هستن. در مقابل گریه و ناله و شیون و زاری و روزخانی برای زنان آزاد و پسندیده هستش. این هم نظری بود که این کاربر برامون گذاشته بود. در چت برنامه روی خط هم نظراتی دریافت کردیم. یکی از کاربران که خودش رو معرفی کرده به عنوان یک موسیقیدان به نام پوریا میگه در سالهای اخیر فضای موسیقی خیلی بهتر شده و معتقد هستش که خیلی‌ها تونستن موسیقی‌هاشون رو در کنسرت‌هاشون رو برگزار بکنن، ولی میگه این حرکت‌هایی که مدتی در ایران انجام میشه برمیگرده به گروه‌هایی مثل انصار حزب الله و اطلاعات سپاه و غیره، ولی کلاً نسبت به قبل وضعیت بهتر شده. یکی دیگه از کاربرانمون هم به نام عبدالمجید در اسکایپ نظر برامون گذاشته، میگه جزو
ببخشید محمودی هستش، میگه دولت هر از گاهی یک تشری میزنه به هنرمندان، اون هم با پیش اومدن چنین اتفاقاتی عیبی نداره، ولی مشکل اینجاست که چرا خوندن زنها اینقدر برای اینها مشکل آفرین هستش. حتی موسیقی برای گیاهان هم مفید هست، چه برسه به انسان با این همه عواطف و احساساتش. پیامی هم داریم که با هم گوش میکنیم. بزرگترین پروفسورهای دنیا گفتن موسیقی تقویت روح و روان و جسم انسانه. دوردن و سرنازنه که برای روز محرم سرنا و دور میزنه، همون دوردن و سرنازن تو جشنهای شادی هم اون موسیقیشو میزنه. نوا فرق میکنه به گوش شنونده مخاطب چجوری باشه. رضا از کرج روی خط هستیم، بفرمایید. درود به شما آقای سفیری و درود به شما آقای خانم ایران دوست. خدمت شما هم شما آقای سفیری. آقای توقع داشتیم که بله بفرمی صدای منو دارید؟ بله بفرمی. بله بفرمی. بنده فکر میگم با کلن این که یک زن از هر عرصه اگر قرار باشه حذف بشه بنده مخالف هستم. حالا این عرصه میخواد عرصه سیاسی باشه یا عرصه موسیقی. جعفر از آلمان روی خط هستیم، بفرمایید جعفر. با درود به خانم ایراندوز و آقای سفیری. ممنونم، بفرمایید. ممنون. من یه بچر میخونم بعد مزاحمتون میشم و بفرمایید. نظر خودم میگم. میگن درخت گردکان با این بزرگی درخت خربزه، الله اکبر. درخت گردکان منظورشون هم درخت گردوه. بله. در مملکتی که جناب آقای سفیری تار موی بانوان اصلا پایه اسلام متزلزل میکنه، شما توقع دارین صدای قشنگ بانوان چی کارا که انجام نمیده، چه جنایت هایی که نمیشه؟ فقط در عرصه موسیقی نیستن که خانم ها حق و حقوق ندارن، حتی ازدواج میخوان بکنن اجازه ندارن شوهر برای خودشون انتخاب کنن. بابا این عجب مملکتیه. آقا باید حد بنده که یه دختر دارم باید دخترم اول من اجازه بدم. من چی کارا هستم؟ من از دام فقط ما یه چیزی از این خانم ها دارم، یکی به زیر پاشونه، یکم از دامنشون مرد معراج میره. ولی آخر اینا حق و حقوق ندارن که زن جنس دوم حساب بشه. زن اصلا نباید زن نفس بکشه. صدای زن باید همه خدا قربونش برن، باید صدای زنا رو مثل من بد هیولا و ناجور در آقا نفرمایید جعفر تحریک نشن. ممنونم که جعفر متزلزل نشه. آقا جعفر ممنونم که اومدین روی خط. اجازه بدیم با شما خداحافظی کنیم. حسام از کرج روی خطیم، بفرمید. حسام سلام بفرمید. من با حتی آقا جعفر که الان تماس گرفتن خیلی موافقم، تو خیلی هم امشب نمیدونم چجوری شده همه هر کی که با جمهوری اسلامی موافق بوده اومده روی خط، انگار غرق کردن تلفون رو. بعد من خیلی مخالف این عملی هستم که جمهوری اسلامی انجام میده، یعنی صدای زنها رو پخش نمی کنه. منطقه یه چیزی هم که میخواستم بگم، میخواستم اشاره کنم به خط قرمزهای نظام. فکر کنم صدای زن جز اولی چیزهایی هست که توی این خط قرمزهای نظام قرار میگیره. یعنی ما از یه همچین نظام بیشتر از این نباید توقع داشته باشیم. و تنها جایی هم که میتونیم حرف بزنیم این موقع انتخابات کشوریه که مثلا انتخابات ریاست جمهوری یا مجلسه که میتونیم حرفمون بزنیم، که متاسفانه خیلی زود رأی میدیم. بله یکی از همین آخونده که کلیپش پخش شده بود میگفت شما خیلی زود رأی میدید، ما خیلی زود میریم رأی میدیم، بعدش که دوچاره یه همچین چیزایی میشیم میگیم وای چی کنم. ممنونم که اومدین. ممنونم که اومدین روی خط، چون فرصت برنامه کمه از شما خداحافظی میکنم. روزی تا چند دقیقه بیشتر نداریم.
فرصتمون خیلی کمه، نظرات خیلی زیاده، عذر میخوام از کسایی که نمیتونم امروز نظراتشون رو در برنامه منعکس بکنم. کارتون از کاربران توییتر با به اشتراک گذاشتن کاریکاتوری که بسیاری از کاربران توییتری اون رو به اشتراک گذاشتن، میگه صدای زن ممنوع هستش. این کاریکاتور به بهانه ممنوع فروش شدن مجید درخشانی هستش. و یکی دیگه از کاربرانمون به نام افسانه در اینستاگرام میگه به نظر من تا حدی این برخوردهای سلیقه‌ای در چنین مواردی بستگی به رابطه نظام با دولت و به خصوص شخص رئیس جمهور داره. تا یه دولتی با وعده آزادی‌های نسبی سر کار میاد که به رأی نظام نزدیک نیست، فضا رو بیشتر بسته میکنن. این نظر این کاربر بود. بهرام هم در اینستاگرام میگه چون بعضیا لذت موسیقی رو متوجه نمیشن و تنها به ظاهر امر توجه میکنن. برمیگردیم به توییتر. یکی از کاربران توییتر عدالت برای ایران تیتر روز آنلاین رو توییت کرده که با اشاره به حذف زنان از عرصه موسیقی گفته من حضور نوازنده و همخوان زن در 3 کنسرت در 1 ماه اخیر هشداری برای حذف کامل زنان از عرصه موسیقی هستش. و کاربر دیگه‌ای که نظرش رو براتون میخونم در همین وقت کم، یاسر هستش، میگه متاسفانه بعضی از افراطیون تصمیماتی میگیرن که همه طرفداران واقعی موسیقی رو ناراحت میکنن، در صورتی که خیلی عظیمی از مردم فهیم و با تمدن ایرانی هم به موسیقی و هم به زن ایرانی احترام خاصی قائل هستند. نریمان از لرستان روی خطی. نریمان بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام، بفرمایید. سلام میکنم خدمت تمام بانوان اصیل، نجیب و باکره ایرانی و عرض میکنم که چقدر بانوان اصیل و باکره از بابل روی خطی. محمد رضا بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. آقای سفیری، من میخوام بگم که اون چیزی که حالا خانم علی نژاد گفتن تو برنامه، خانم معصومه علی نژاد قومی در واقع، من آقای محمد رضا اجازه بفرمایید، خانم علی نژاد میهمان برنامه ما بودن، موضوع برنامه ما نیستن. اگر که میخواین اجازه بفرمایید، اگر که میخواین در مورد موضوع برنامه صحبت کنید در خدمتتون هستیم، اگر که نه اجازه بدین که وقت رو بدم به بیننده دیگه. این چیزی که ایشون میگن اکثریت باشه، حالا که دغدغه ذهنی ایشون شده و دغدغه فکری ایشون شده. آقای سفیری، جامعه ایران و کشور ایران یک کشور پهناور و یک کشور بزرگیه و قاطبه مردم ایران مسلمان هستن، متدین هستن. من احساس میکنم که این قشری که حالا روی کردشون به بحث موسیقی و آواز اینا هست، یه اقلیتی هستن. حالا ایشون داره این اقلیت رو میخواد برجسته بکنه. خدا حافظ. آقای محمد رضا، من فرصتم کمه. آقای ناصری از هلند روی خطین. آقای ناصری در آخرین دقایق تقریبا هستین، یک دقیقه بفرمایید. با وقت بخیر خدمت شما، ولی خب چون یه دقیقه سیدی نمیشه اون حرفایی که دوست دارم بزنم براتون. بفرمایید. اجازه بدیم بگم که این دوستانی که از طرف رژیم نظام جمهوری ولایت فقیه به شما تماس میگیرن و خط رو خروج کردن، باور کن فرمایید که اگر فردا لیدی گاگا تهران برنامه داشته باشه، اینا تو صف اول نیستن، باور بفرمایید. و بعدش اصلا موسیقی، اگه من از موسیقی زیاد سر در میام ولی از شنیدنش لذت میبرم. صدای زن هم یکی از نوت‌های موسیقیه. شما مثل اینه که یک تکه از موسیقی رو دارین حس میکنید. اینجا در کشور هلند که بیشتر تولید لبنیات و اینهاست، آقای سفیر مذر میخوام، موزیک برای حیوانات پخش میکنن که اینا در آرامش بیشتر شیر میدن. آقای ناصری، فرصت برنامه کم بود، من از شما عذرخواهی میکنم. امیدوارم شبهای آینده در خدمتتون باشیم. در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم، همراه ما بمانید. به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، فعلا خبری از دستگیری عاملان یا عامل اسیدپاشی اصفهان نیست. پیشتر هم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که موضوع اسیدپاشی اصفهان فعلا به نتیجه نرسیده. موضوع اسیدپاشی ها به گروهی از زنان در اصفهان، همونطور که میدونین، بیش از 3 ماه هنوز به نتیجه نرسیده، خبری از دستگیری نیست. همه اینها در حالیه که مهدیه گورو عضو کانون شهروندی و از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی اصفهان همچنان در بازداشت به سر میبره. مسعود. بله، اما
ساعتی دیگر میتونه یک حادثه رقم بخوره برای ورزش ایران، برای ورزش دوستایی که سالهاست منتظر یک جام و یک قهرمانی هستن. ایران اگر مسابقه ساعت آیندهش رو با عراق ببره، شما چی فکر میکنید؟ چه اتفاق خواهد افتاد؟ جمعه شب و برنامه ورزشی روی خط. شما هم از همین الان میتونید از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202-382-7225 نظرات خودتون رو با برنامه مطرح کنین. تا فردا شب با خبرهای خوش، شب بر همه شما خوش. روز شبتون.